اگه میکروفون باشه و بعد فراموش بکنه خیلی بده. شما عضو کانون مهندسین بودین، کانون مهندسین و آرشیتکتان ایرانی از نهادهای بسیار مسابقه ایرانی هست، جزء اولین نهادهایی که هست که در اینجا تشکیل شد. متعال شکل و ماهیت اون کانون صنفی هست بیشتر، یعنی اسمش هم روش هستش. اون تجربه چقدر به شما کمک کرد و چقدر بر شما انگیزه ایجاد کرد برای اینکه قدم بذارید و بیاید و بپیوندید به جمعی که خواستن نهادی به اسم کمیته ایرانیان کانادا رو تشکیل بدن؟ خودم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. همونطور که ایشون فرمودن، من دو دوره عضو هیئت مدیره کار مهندسی بودم، بعد سه دوره عضو هیئت مدیره آسی نتورک. حدود شاید بیش از 10,000 نفر مهندس توی تورنتو باشه، ولی متاسفانه کار مهندسی شاید بیشتر از 500 یا 400 نفر لینک در حال لیست نداره و اعضا شاید به 250 نفر از فعالش نرسند. این باعث شرمندگی ماست. من در یکی از کمیته‌هایی که در واقع برای مسائل مشکلات ایمیگرنت ها شرکت داشتم که توسط تریدون فاندیشن فاند شده بود، وقتی چینی ها میگفتن که ما 20,000 نفر از مهندسین چینی هستیم، مثلا شرمندگی میکردم. از اونجا مشکل اینجا بود که ما قادر نبودیم صدامون رو به تمام مهندسین برسونیم و در واقع ازشون بخوایم که بیان عضو این تشکیلات بشن برای کارهایی که میتونیم انجام بدیم. توی آسی نتورک وظیفه ما در واقع کمک به نیوکامرا بود. ما بیش از 200 نفر از کسانی که تازه آمدن به کانادا رو تو کارهای خودشون به کار مشغول کردیم. وقتی که توی میتینگی که با یکی از وزرا داشتیم عنوان کردیم که ما مستقیما 1,000,000 دلار در سال به تکس پرداخت کنیم به کانادا، شما چه کمکی به ما میکنید؟ هیچ حرفی نداشتیم. ما حتی نتونستیم 1 ریال از دولت کانادا به خاطر ادامه این برنامه پول بگیریم. همه اینها من به اونجا رسوند که آقا ما صدا نداریم، ما قادر نیستیم برای اهدافمون در کانون مهندسی، در آسی نتورک، در بقیه جاها بریم و برای اون کارهایی که میتوانیم انجام بدیم کمک بگیریم. اینجا بود که فکر کردم که در واقع تشکیلات فراگیری مثل آرسیسی کمک میکنه که ما قدم توی این رابطه برداریم، نه فقط با مهندس، نه فقط با آسی نتورک، با همه بقیه تشکیلاتی که اینجا در کمیته فعالیت میکنن کمک رسانی کنم. من فکر می‌کنم تا همین زمان کوتاه. بسیار عالی. برای شما دو دقیقه صحبت کنید. دو دقیقه برای شما باقی می‌مونه برای اینکه شاید دیگه‌ای هم خواستید بیشتر صحبت کنید.